در تاریخ هزارهای افغانستان هیچ فردی به اندازه شهید عبدالعلی مزاری مورد نقد و مورد تمجید قرار نگرفته است. تاثیرگذاری شهید مزاری در بین جامعه هزاره از آنجا بیشتر می شود که وی نقش کلیدی در تشکیل حزب وحدت اسلامی افغانستان و همچنین مقاومت غرب کابل بازی کرد. در حالی که دوستداران شهید مزاری او را مؤثرترین چهره سیاسی هزارها در تاریخ معاصر می دانند، منتقدان مزاری از او به عنوان فردی یاد می کنند که باعث بروز اختلافات بین جامعه فارسی زبان افغانستان شده است. در فضای پرتنش سیاسی افغانستان که صفبندی ها به شدت سیاه و سپید است، پرداختن به کارنامه سیاسی رهبران جهاد افغانستان کار بس دشواری است و همین دشواری از یک طرف سبب سرخوردگی نسل جوان افغانستان می شود و از طرف دیگر فهمیدن واقعیت‌های تاریخ معاصر افغانستان را دشوار می کند. گفتگوی امروز به منظور پرداختن به این موضوعات با جناب آقای علی امیری، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده مطرح افغانستان ترتیب داده شده است. با ما همراه باشید. جناب آقای استاد علی امیری، خیلی خوش آمدین در برنامه ما و خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. تشکر، سلامت باشید. اگر مستقیما روی موضوع اصلی برنامه بریم که بیشتر توجه و تمرکز روی شهید مزاریه، ولی خب نیاز هست که یک پیشینه ای از روابط هزارها به صورت مشخص با دیگر اقوام اگر بتونید مشخص بیان بکنید. روابط هزارها در طول تاریخ مخصوصا در دوره معاصر با باقی اقوام چگونه بوده، مخصوصا در دوره معاصر اگر فوکس باشه؟ روابط هزارها با اقوام دیگر در افغانستان خب دوستانه و برادرانه بود، ولی فراموش نکنیم که به دنبال سرکوب شدیدی که هزارها در دوره عبدالرحمن شد، سیاست دولت ها تحقیر هزاره بود و کوشش میکرد که هزارها را کل اقوام را تحقیر کند و به طور خاص هزارها را تحقیر کند، به حدی که هزارها در ذهن دیگرها یک انسان ضعیف و کوچک بیاید، هزاره بودن حتی ننگ باشه. چنین یک ذهنیتی از هزارها ساخته شد به عنوان یک موجوداتی که در کارهای بسیار پست دخیل هستند، موجوداتی که صلاحیت هیچ کار را ندارند، ضرب المثل ها برایشان ساخته شد. یعنی منظور ما افکار عمومی و ذهنیت عامه، تبلیغات دستگاه سیاسی کوشش کرد که کل افکار عامه را نسبت به هزارها مسموم بکنه. این واقعیت وجود داشت و مخاطر در برابر رنج هزاره، در برابر محرومیت و شکنجه ای که هزارها تحمل میکرد، خیلی ما در دوران جدید همبستگی عاطفی قوی شاهد نیستیم. یک چنین روی هم رفته میتوان گفت که ساختار اجتماعی و ذهنیت عمومی آسیب دیده بود و تبلیغات 100 ساله و سکوت و تحقیر و ادبیات نفرت انگیزی که علیه هزارها ساخته شده بود در حد زیادی افکار عمومی را مسموم کرده بودی، هم یک واقعیت دارد. یکی از موضوعاتی که در مورد هزاره ها خیلی به نظر برجسته انسان زدایی شدن از هزاره های در دوره های مختلف، به نظر شما این موضوعات را که اشاره کردین چی میزانش، چی درصدش برمیگرده ده ای که از هزاره ها انسان زدایی شده بودند و به همین خاطر هیچ کسی تمایل نداشتن که با هزاره ها یک رویکرد انسانی تر را داشته باشند؟ خب هزاره ها در آجندای کشتار قرار گرفت به هر دلیلی. وقتی شما قرار در یک آجندای نابودی و حذف قرار بگیرید، باید انسانیت زدایی صورت بگیره، بخاطر که اگر شما شخصیت و کرامت انسانی خود را داشته باشید، این قضیه بسیار سخت است. به مخاطر انواع برنامه ها از لحاظ فرهنگی حتی در دوران جنگ عبدالرحمن صورت گرفت که هزاره ها را از لحاظ مقام انسانی تنزل بده تا کشتن اونها راحت باشه. شما تاریخ را ببینید، موج از اسرا می آید. یه اسرا از کجا می آید؟ از روم و زنگ به قول قدما که نمی آید. از اروزگان و از دایچوپان و از خاکیران و از قرار که کاتب روایت کرده هست از ناوی سلطان احمد و چولکور و کجا و کجا علمی اسرا می آید. هیچ واکنش اجتماعی بر نمی انگیزه، نه اینا خانه ها را تصاحب میکنه، در خانه های مردم کنیز ماشه، اینا سودا می شود. یا ادبیات رسمی دربار را که شما ببینید، مثلا بها این صورت می تعبیری حیوان، تعبیرات بسیار حیوانی خیلی مکرر اینا به کار میره. اینا و بعد
اینا رو وقتی که میبینیم یک برنامه انسان تنزل دادن هزارها از مقام انسانی به صورت یک برنامه دولتی وجود داشته تا اینکه کشتار اینها، حذف اینها، نابودی اینها مسئله اجتماعی ایجاد نکنه و ذهن کسی را خراش ندهد و در نتیجه هزارا بسیار محرومیت و اینها را در سکوت تحمل کرده و هیچ واکنش اجتماعی قوی را از طرف اقوام افغانستان ما در قبال این رنج و ستم که در برابر هزارها شده شاید نیست متاسفانه. در کنار از این موضوعات یک از موضوعات برجسته خود شهید مزاریه، کارکردها، اعمال و جنگها و صلحهایی که در دوره های مختلف با احزاب مختلف داشته. ولی یک نکته برجسته که در مورد شهید مزاری است رابطه ای که با ایران داشته. خیلی ها به صورت مستقیم ایره میگن که شهید مزاری وابسته و حتی برچسب نوکری در ایران میزنند. به نظر شما شهید مزاری تا چی میزان وابسته در ایران بود؟ اصلا روابط شهید مزاری و دولت ایران به چه نحوی میشه تعریف کرد؟ آقای مزاری قهرن یک سلسله تجارب سیاسی را در انقلاب ایران به دست آورد، شک وجود ندارد. آقای مزاری هم به نظر من دلبستگی داشت، به عنوان یک تجربه قوی به او میدید و هم تجارب سیاسی به دست آورد. به نظر من یک واقعیت دارد که برخی از تجارب سیاسی خود را او به دست آورد، برخی درس ها را از انقلاب گرفت. ای که او وابسته به ایران باشد واقعیتش شواهد وجود حداقل وجود ندارد. بعدها که او در غرب کابل میبینیم در یک آجندای مستقل حرکت کرد، حرکت های جالبی بود. مثلا ایشان بود که طرح مرجعیت مستقل مذهبی برای هزاره ها ریخت. مخالفت ها زیاد بود و وقتی که شما علی رغم مخالفت ها میخواهید یک صدای بلند کنید، یک بنای تاسیس کنید، ایجاد مرجعیت تاسیس یک بنا بود و این شما اگر به سنت شیعی توجه داشته باشید چنین چیزهایی به آسانی قابل قبول نمیشه. جنگ مرجعیت همیشه در سنت شیعه وجود داشته. بنابراین وقتی که آقای مزاری به یک همچه حرکت هایی یا دولت او وقت خیلی مورد حمایت بود از طرف ایران که ایره در خاطرات و در جاهای دیگه و اسنادی که تا کنون منتشر شده خیلی زیاد آمده و گویا خیلی کوشش داشته ایرانی ها که آقای مزاری را به دولت بخیه بزنه، به دولت مورد حمایت خودشان، ولی ایشان خواست هایی داشته که سر از اونا تاکید میکرده. اینی چیزا را اگر ببینیم گفتی که به نظر بخش از پروپاگاندا میشه ای گپی که مثلا ما بسته بود و اینا، ولی به نظر من معقول می نماید که ایشان تجربه سیاسی به دست بیاره. با جریان های جهادی و انقلابی جهانی در تماس بود. در غرب کابل هم یک سودانی مشهور بود که او در واقع خیلی یک مغز متفکری سودانی های حساب میشد، حسنی ترابی. حسنی ترابی آمدن همونجا در کابل آقای مزاری را از نزدیک دیدن، عکسایشان هم موجوده، گزارش و اخبارشان هم هسته. با جریان های پاکستانی هم در تماس خیلی نزدیک بودن، با قاضی حسین احمد بارها دیده بود، با دولت پاکستان و بقیه کسای دیگه. بنابراین یک شخصی بود که میخواست در جامعه خود تغییر بیاره و قهرن به تجارب منطقه توجه داشت، به تجارب منطقه توجه داشت. ولی این حرفی که خیلی وابستگی و کجا داشت و یک آجندای دیگه، اینا به نظر من بخش از همین پروپاگانداهای هست که وجود دارد و پایه در واقعیت ندارد. یک از تحولات کلان در درون جامعه هزاره و شیعه در افغانستان ایجاد حزب وحدت است که شهید مزاری یک از کسایی بود که در ایجاد حزب وحدت خوب نقش برجسته داشت. ولی در این حال خیلی ها ایجاد حزب وحدت را عملا به معنای عظیم پندارند که حزب وحدت ایجاد شد تا یک گروه به صورت مشخص نصری ها در رأس قرار بگیرند و باقی احزاب شیعه که احزاب متفاوتی در او زمان فعالیت داشتند، این احزاب رو به اضمحلال و رو به نابودی حتی پیش برند. به نظر شما این جور دیدگاه ها تا چه میزان یک منطق قوی پوشش است؟ اگر حزب وحدت تشکیل نمی شد امکان داشت که کل گروه ها ببازه. یعنی یک تدبیر بسیار خوب بود، بخاطر که ما این دوران ها را در خود هزارجات زندگی کردیم، تجربه شخصی من، و جنگ های داخلی دمار از روزگار مردم در آورده بود و اگر یک ابتکار قوی نمی بود هم در سطح سیاسی مردم جامعه هزاره می باخت و هم در سطح اجتماعی در درون خود جامعه هزاره مردم تباه می شد. خیلی جنگ ها بود
و ابتکار آقای مزاری به نظر من در تأسیس حزب وحدت خب موفق، اما این تاریخ درونی که واقعا این فراکسیون های مختلف متعدد 7-8-9 تا حزب اینا چه رقم به هم تعامل کردن و چه رقم بین خود تقسیم قدرت کردن و اینا، ما راستش ریز مذاکرات اینا را ندیدیم، کدام اسنادی از درون اینا نبرآمده. و اولین سندی که اینجا جور شده یک کتاب است آقای عرفانی نوشته کرد، از کسایی خودش دستن در کار بود، عرفانی کولنگی، از کنگره تا کنگره. و تا کنون من ندیدم که کسی علیه از این کتاب یک روایت بدیل داده باشه. و کتاب رو وقتی که میبینیم شخصیشان آقای مزاری اینها آجندایشان بیشتر متحد کردن مردم است تا غلبه دادن یک جریان بر جریان های دیگه. و از جاهای دیگه اسناد دیگه پیدا میشه که اتفاقا همین جریانی که شما گفتید سازمان نصر در درون خود بیش از حد دچار اختلاف نظر هستند، یک بخش از یا مخالف وحدت بودن، جریان بسیار قوی در درون سازمان نصر مخالف حزب وحدت بودن، اونا رفتن سازمان نصر نوین ایجاد کردن در پاکستان، آقای خلیلیم جزء از این گروه بودن، در جاهای مختلف رفتن. اینی وضعیت ها رو وقتی که ما ببینیم بیشتر یک نوع ذهنیت سازی و یک نوع پروپاگاندا به نظر میرسه. درسته به نظر من بعدن اعضای سابق سازمان نصر در حزب وحدت قوی جریان مسلط شد، ولی به نظر من بیشتر به دلیل امو خلق ادبیات بود. سازمان نصر در تولید یک ادبیات نسبت به دیگران موفق تر بود، حدس ما همیه موفق بودن، ایدئولوژیک بودن، بسیار جهات مختلف افراطی بودن و مجموع این ویژگی ها سبب می شد که اینها گفتمان را، گفتمان خود را قبلا هم غالب کنه. شاید دو زمان گروه های مختلف از خود نشریه و حرفا داشته، ولی در کل نظر من اینه که نصری ها از جهت پیشگام بودن، اینا به سید جمال الدین توجه کردن، به گذشته خیلی زیاد توجه میکردن. ما برای این بار مقالات در پیام مستضعفین نشری سازمان نصر در مورد قیام گوسوار دیدم. اینی رقم یک توجه به تاریخ هزارجات و به مسائل هزارجات نادر است. اینا خب قهران به نظر من به او دلایل بود که در رقابت ها بیشتر غالب شدن بر دیگران. یکی از احزاب نسبتاً مؤثر درون جامعه هزاره و شیعه حزب حرکت اسلامی به رهبری شیخ آصف محسنی بود. اینا به چه دلایلی پای خود از حزب وحدت پس کشیدن؟ خیلی از اسناد وجود داره که اینا در اوایل بودن، ولی بعداً بنا به برخی ملحوظات که اینا بین خود داشتن خب پای خود پس کشیدن. در این موردم به نظر من ابهامات وجود داره، تا جایی که خود مقامات حرکت توضیح داده کدام توضیح قوی نداده که از لحاظ سیاسی باشه. بیشتر امو تبلیغات او روز آدم چی مونه که کدام ملاحظاتی داشته یا کدام نیرویی، یا اینکه شخص آقای محسنی کدام جایگاهی برای خود در این جمع نمیدیده، من نمیدانم. ولی توضیحاتش مثلا اینه که تا که کسایی که جنگ داخلی کرده مجازات نشوه ما نمیکنیم. بیش از همه آقای مزاری در سخنرانی معروف خود توضیح داد، گفت تا زمانی که وحدت نبود آقای محسنی میگفت روزی که مردم وحدت کرد من رفته در مکه 1000 رکعت نماز میخوانم. وقتی که مردم وحدت کرد خب دیگه شرطش آقای جاوید هم امضا کرده بود، بعدها میثاق وحدت آقای جاوید رئیس شورای اجرایی حزب حرکت امضا کرده بود، بعدها در ایران رفت از امضای خود منصرف شد و تلاش ها هم برای ایجاد اونها به نتیجه نرسید. خود آقای محسنی به عنوان عضو شورای نظارت حزب وحدت در نظر گرفته شده بود، احتمالاً باید رئیس حزب شورا میشد، باز هم ایشان هم موافقت نکرد. ولی جزئیات را ما نمیدانیم پشت صحنه چی بود. امیر گپی که میگه اینا جایگاهی برای خود نمیدید، یا اینکه واقعا بدبیناتن تر اگر بگیم جریان های دیگه بود که اینا را منصرف میکرد، از وحدت هزارها حراسان بود، در نتیجه خواستند که یک ابزار بیرون برای سرکوب و برای اختلافات داشته باشه. نه جزئیات را ما نمیدانیم، ولی خود اونها کدام دلایلی قانع کننده برای این جداسری مطرح نکرده. در ارتباط با روابطی که حزب وحدت به صورت مشخص در دوره شهید مزاری با باقی احزاب داشتند، یک باز تعریفی از روابط صورت گرفت.
مثلا هزاره ها با تاجیک ها وارد جنگ شدن، ولی برعکس با پشتون هایی که سابقه یک رابطه خصمانه با هزاره ها دارن، برعکس دوره شهید مزاری رابطه دوستانه صورت گرفت و در این حال مزاری مجاهد همراه دوستومی که سابقه وابستگی در جریان کمونیستی را داشت یک رابطه خیلی نزدیک برقرار کردند. در این مورد چه نظری دارید؟ یک از گپایی که در چند سال اخیر در این فضاها گفته می شود و در واقع یک کلیشه ای که از او طرف آقای مزاری حمله صورت می گیرد است، ولی به خاطر معلومات شما ما بگوییم که از بعدت در بامیان تشکیل شدگان حزب بود که در دا داخل افغانستان تشکیل شد، تمام احزاب در خارج تشکیل شده بود و شما می توانید تاریخ تشکیل اینها را در کتاب های مختلف ببینید و بخوانید. در خاطرات آقای رئیس شهری وزیر اطلاعات سابق ایران چاپ شده به نام خاطرات سیاسی، تشکیل حزب حرکت را هم میتونید اونجا ببینید که چه رقم تشکیل شده. ولی حزب عدد یکانه حزب بود که در داخل تشکیل شد و اولین تماس ها را اتفاقا با تاجیکا برگزار کرد. دو هیئت رفت به پنجشیر. هیئت اول آقای زاهدی رفتن، بعد آقای اکبری خودش یک هیئت از طرف حزب عدد بود که در اونجا رفتن و بعدم نشست جبل سراج صورت گرفت. اگر شما این مجموعه تحولات را در نظر بگیرید، حزب وحدت خیلی به اقوام محروم توجه داشت. در ادبیات حزب وحدت حالا ما خو به عنوان یک خواننده میگویم ما کدام مسئولیتی در جای نداشتیم، سن ما البته ایجاب نمیکرد، ما جوان نوجوان بودیم در اون زمانا، ولی علاقمند مسائل بودیم. اینا رو ما از تجربه شخصی خو میگیم، کدام چیز دیگه اینه که ما اینا رو با ادبیات حزب وحدت خیلی یک ادبیات اقوام محروم و ادبیات عدالت طلبانه بود، در نتیجه که ادبیات نفرت انگیزی که مردم را رد کنه نبود. الان هم حزب وحدت یک حزبی است که نابود شده تقریبا، ولی یک انبوهی از اسناد پشت سر گذاشته، یک انبوهی از اسناد پشت سر گذاشته. چندین مجله و نشریه و اینا، ما یک زمان خود می حساب کردم حزب وحدت چی به عربی، چی به اروپا، چی به جاهای مختلف روی هم رفته، 18 تا نشریه داشت و یک جریان بسیار قدرتمند. و اینا همه ای اسناد که وقتی شما ببینید یک نوع گرایشی به طرف اقوام محروم هست. در نتیجه با آقای مسعود هم اینا خیلی اتکا داشت، خوشبینی وجود داشت. من حتی یک دفتر داشتم که خاطرات خود از همی تحولات از هم قدیم بنوشتم، اگر گم نشته باشه. اتفاقا من چند صفحه اونجی در مورد مسعود نوشته کردیم در مو دورانای چی که معنایش یه که یک نوع خوشبینی وجود داشته است. بعدت خیلی با خوشبینی میبید حالا چی اتفاق افتاد، چی محاسبه پیش آقای مسعود بود که به این طرف نرفت. اونا من دو سه نفرشان از جمله حتی از آقای مسعود هم میگفته شده که ای به تجزیه افغانستان میرفت، این طرح خوب نبود و اینا. خب ولی در کل شکست طرح جبل السراج توضیح داده نشده و الان بخی یک داد ما بخی این کار منه که نه چنین چیزی وجود نداشت. ولی من میخوام بگم در سوال شما که حزب وحدت دمی همگرایی به طرف اقوام را داشت، ضمن از اینکه بخش دیگه ای که پشتون ها مگه که حزب وحدت و هزاره و تاجیک و ازبک اتحاد کرد که پشتو را حذف کنه یم درست نیسته. آقای حکمتیار خاطرات خود نوشته که دیر ما بگویم تا بینندگاه شما بخبر باشه، چهره های عریان و دسای پنهانی خاطراتش در تهران چاپ شد. حکمتیار خیلی در ایران نفوذ داشت و امکانات داشت و مورد حمایت بود که خاطرات هم اونجا چاپ شد. ما خواندیم. او گفته که در جبل السراج قرار شد که آقای مزاری صدر اعظم شود، مسعود وزیر دفاع شود، دوستوم یک چیز دیگه شود، پشتونان را گرفته شد. صدر اعظم شدن عبدالعلی مزاری عین تعبیری که در کتاب او آمده. اینا هم بخش از تبلیغات است. یعنی منظور به یک آقای مزاری در یک میدان واقعی عمل میکرد ولی خوشبین بود و بعدها وقتی که ماجرای افشار پیش آمد در سخنرانی خوب بسیار با افسوس یاد مونه که ما چقدر خوشبین بودیم که اینا هم سرنوشت ماست، محرومیت تاریخی کشیده، سقوی کرده در این جامعه، این ها هم تحقیر شده، اینا درد ما را درک کنه. میگه ولی برداشت ما اشتباه بود و خیلی مایوس کننده بود. میخوایم بگم که اینا بخش از تبلیغاتی است که به نظر من ضرور نیست خیلی در او بپردازیم. در مورد دوستوم هم مرقم است. ببینید شما که به اعتقادات مردم کار ندارید، دوستوم واقعیت سیاسی جامعه ازبک بود. شما این می جامعه را میپذیرید که 90% درصدش همون زمان
الانم که یک قصد اتفاقات افتاده و فسادها صورت گرفته و خاندانی شده و کجا شده و کجا شده دوستم یک وزنه در جمعه ازبک در او زمانا ازبک گمنام بینام و نشان را این می دوستم تنها دوستم نبود شما چرا دوستم میبینید من خود ده ها مولوی در جنبش میشناختم ده ها مولوی آقای سالک زاده بود آقای مولوی شهاب الدین بودند دیگه بودند مولوی های جوان بودند هر یک از اینها نه واقعیت اجتماعی یک جامعه بود شما او کمونیست بود او کجا بود اینا به نظر میاد منطق سیاسی نیست پروپاگاندا هست معنا نداره که این رقم حرف بزنه یعنی معنایش اینه که توضیح نمیده بلده تبلیغات پروپاگاندا تشویش خوبه ولی کدام حرف نیه این گپ رابطه با حزب اسلامی حکمتیار به چه نوعی بود اما رقم که گفتم یک رابطه نسبتا خصمانه مخصوصا بعد از 1893 و مخصوصا بعد از جنگ هزارها و عبدالرحمن در بین هزارها یک رویکرد خصمانه با جامعه پشتون ایجاد شد بعد از او چی تحولاتی اتفاق افتاد که باعث شد که حزب اسلامی حکمتیار که نمایندگی از بخش کلان و بخش اعظم از جامعه پشتون میکرد یک رابطه دوستانه با هزارها و حزب وحدت اینا ایجاد بکنند اولا به لحاظ تاریخی رقم نبوده که همیشه خصمانه باشد ماجرای عبدالرحمن را بعدها تا حد زیاد هزارها کوشش کرد که فراموش کنه بزرگترین موردش ماجرای حبیب الله ثقفی بود در جنگ حبیب الله کلکانی هزارها جانب امان الله خان گرفت معین السلطنه مدت های مدید در هزارجات زندگی کرد وقتی که امان الله فرار کرد و نمیخواست هزارها میخواست با به قدرت رساندن امین معین بار دیگر بل امین جبهره نگاه کنه این رقم که ما بگیم یک دشمنی دائمی و برای همیشه بوده یم دقیق نیه هزارها در اون زمان تا جایی که ما از کتاب کاتب که خاطراتش است و خودش جزء هیئت بوده که رفته در هزارجات برای گرفتن بیعت ایشان میگه من راضی نبودم که هزارها بیاد حبیب الله کلکانی بیعت کنه کاتب کسی است که تمام رنج ها و فروش هزاره را به قلم خود خود نوشته کرده یک مورد نوشتم نه که 120 زن و دختر را فی 80 افغانی 20 افغانی به فروش رسند به قلم خود خود یک همچو آدمی وقتی که می اینو معنایش است که زنده هسته و ساختارها را میبینه و به مون مشروطیت نیمکله نیمسوز عهد امانی قشر منور هزاره خیلی امیدوار بود بعدها هم در مورد وقتی که شما سرکوب میشوید وقتی که صدای شما رد میشود وقتی ندای وحدت شما لبیک نمیبینه حالا ما نمیدانم پیش آقای ما احمد شاه مسعود خوب ندیده بودم هرگز ولی آقای ربانی رو من چند بار از نزدیک دیده بودم که آدم بسیار معتدل و معقول بود من که دوبار راجع به این بحثا باشی صحبت هم کرده بودم به من در مورد رابطه خود با آقای مزاری صحبت هم کرد من یک مقاله که به مناسبت شهادت از او نوشته کردم از او یادم کردم اتفاقا از امو صحبتشان یعنی نمفهم که چرا اینا به چی محاسبه ای وحدت صورت نگرفت و آقای مزاری یارگیری با پشتون ها به نظر من منطق داشت خیلی منطق قوی داشت اولا یک 6-7 تا مصاحبه با تلویزیون پیام آزادی از آقای مزاری باقی مانده که اینمی دیدگاه خود مگه کدام عدولی از موضع نکرده مگه ما باید افغانستان 4 قوم است باید اینمی 4 قوم سرنوشت افغانستان را تعیین کنه و در اینجا متاسفانه که اما دولت وقت اینمی واقعیت درک نتنیست حکمتیاری را درک کرد گفت بسیار درست است حکمتیار بود که آمد اصولی حزب وحدت را پذیرفت نه برعکس شورای عالی هماهنگی یک شورای قوی بود که واقعیت های افغانستان را در نظر می گرفت در مورد شورای هماهنگی برمیگردیم همین دیگه یعنی شورای هماهنگی همین چیزی است که حکمتیاره یعنی یک پیوندی است که ببینید اینه به نظر من یک ابتکاره که آقای مزاری دوستومی را که متهم هستند به کمونیست بودن با حکمتیاری که جهاد کرده اینا رو به هم پیوند میده ما میخوایم بگویم که درست است آقای ربانی و مسعود تحت هر محاسبه که بود به این نپیوست متاسفانه در مقابل از قرار گرفت خطا استراتژیک کرد ولی عناصر دیگه تاجیکا که خیلی موجه بود اینا در حال پیوستن بودن من دو نفر یادم میاد که خیلی به اینجا نزدیک بودن با آقای مزاری روابط داشتن سید موسا توانا معاون آقای ربانی در حزب جمعیت بود آقای اسماعیل خان در کابل که آمد شاندارترین استقبال و مهمانی توسط حزب وحدت شد و به میانجی حزب وحدت با حکمتیار دیدن کرد و اشخاصی که او را همراهی کردند آقای خلیلی و آقای صادق پروانی خدا بیامرز بود بنابراین یک آجندای قومی نبود آقای مزاری به نظر من تا حد زیاد را
واقعیت های اجتماعی را بیش از هر آدم دیگه میدانست و احترام میکرد و چون طرحش سیاسی بود نمیخواست اینو آن رد کنه. شما حکمتی ها رو برای چی میخواید رد کنید؟ در مورد رابطه با تاجیک ها هزارها معمولا در دو دوره، اگر اشتباه نکنم، هزارها در دو دوره مشخص با تاجیک ها در تاریخ معاصر افغانستان وارد درگیری شدند. یک در دوران حبیب‌الله کلکانی بود و در دوره بعدی که در دوران مجاهدین و زمان بود که برهان الدین ربانی و آقای مسعود در رأس امور تاجیک ها قرار داشتند. گفتین که در اوایل تشکیل حزب وحدت یک هیئت یا دو هیئت از طرف حزب وحدت فرستاده شد تا رابطه مستحکمتر را با تاجیک ها ایجاد بکنه. رابطه یا نگاه تاجیک ها نسبت به هزارها به چی نحوه بود؟ مخصوصا در زمان حبیب الله کلکانی اونا هزارها رو به چی دیدی میدیدن؟ در دوران مجاهدین باز هم تاجیک ها چی دیدگاه و چی نگاهی نسبت به هزارها داشتن؟ حبیب الله کلکانی به نظر از من نماینده وجدان جامعه تاجیک نبود. بیشتر باید یک برنامه ضدی، یعنی حامیانج بیشتر از درون پشتون ها بود، کسی که او را به قدرت رسند و کسی که او را لنگوچه در سرش زد و او را بالا کرد، خود هم این ها بود. مخالفین امان الله بود در واقع، کدام قیام تاجیکی نبود که شما یک چهره تاجیک اونجا نشان بدید که اینا آمده باشد در برابر پشتون ها، بلکه خود از این آلت دستی یک جناح دیگری از پشتون ها قرار گرفت و آمد و حالا شاید هم چیزهای دیگه ای در کار بود، شاید سوی تدبیری امان الله خان بود. سوی تدبیر هم که بود دیگه، خیلی واضح هست که کاتب قضیه را در اون نمیبینه، مگه فساد به حد زیاد بود و وزرا به حد خائن بود که مردم به جان رسیده بود، ولی کسای دیگه هم بودند که قوانین را و نکاح صغیر را نمیدانم بعضی چیزهای دیگر هم بهانه میکردند. اینا ما در اون مورد خیلی نمیدانیم، ولی در کل او یک نماینده جامعه تاجیک نبود که ما بگیم چرا، خودش خوب بود، اما حتی فرهنگ امور تاجیک بودن اصیل چرا هم رد منه. در نتیجه ای که او بعدها خیلی سمبول میشه، حاصل امی ایدئولوژی ها و آگاهی های بعدی هست. خب در مورد جدید متاسفانه که اتفاق افتاد، یک واقعیت است اتفاق افتاد. من فکر نمی کنم که جامعه تاجیک یک نگاه خیلی خاص و بدبینانه و حذفی در مورد هزارها داشته باشد، گرچند متاثر از زمین تبلیغات 100 ساله‌ای که علیه هزارها شده همه جامعه افغانستان متاثر بوده، یک هم فرق نداره، خود هزارها رو باور کرده بود که ما انسان های پست هستیم، یک واقعیت است. در نتیجه و شعاری که آقای مزاری گفت دیگه نباید هزاره بودن جرم باشد، این یک بکگراند تاریخی بسیار وحشتناک داره و هر کس معنای زیر نمیفهمه. خب اما اینکه نخبگان سیاسی تاجیک چی تصمیم گرفت، به نظر من دچار سوی محاسبه شد، محاسبه های خطا متاسفانه که بسیار زیانبار بود. به نظر من در دوران شورای دفاع از افغانستان جبهه متحد که در دوره طالبان تشکیل شد، تا حد زیادی را آقای مسعود از او موضع قبلی خود عدول کرد. من فکر میکنم که وقت های افغانستان و اینا تا حد زیادی را به اونا یک درسایی داد، اما دیر بود. درست. اما فرصت ها از دست رفته بود متاسفانه. در مورد پیمان جوال سراج یک نکات را اشاره کردیم، ولی به نظرم خوب میشه اگر که با جزئیات بیشتر در مورد پیمان جوال سراج اگر نکات را داشته باشین اشاره بکنند، مخصوصا یک روایتی که بیشتر از سمت برادرای تاجیک بیشتر او روایت مطرح میشه، این که پیمان جوال سراج در اصل یک پیمان نانوشته بود، به خاطر امزو کسی در پیمان نانوشته ثابت قدم نمیمانه. اولا اگر نانوشته بودم اونا محتوی ها چرا تایید کرده که یک دولت فدرالی پیش بینیشته بوده و یک دولت چند جانبه و متکثر و متشکل از اقوام افغانستان، حتی اگر نانوشته بودم طرح خوب بوده، پس چرا اونا دهی پابند نمانده؟ این خودش یک مسئله است. ثانیاً تا جایی که من میدانم نانوشته نبوده، از پیمان نانوشته که یک چند حرفی بگه و یک چای بخوره بره، کس حرف نمیزنه. آقای مزاری از این یاد کرده، قبلا اونا هم یاد کرده، چندین نفر یاد کرده، مسعود هم نگفته نانوشته بود، گفته این سبب تجزیه افغانستان میشد. من نمیدانم آقای نقش سیاف اونجا خیلی دخیل بود یا ملاحظه سیاف داشت. من اخیرا خاطرات آقای ملک پالوان که دیدم، ایشان مگه که مسعود بدون امر سیاف او نمیخورد، خیلی چون ایشان از متحدین آقای مسعود بود خیلی تاکید منه بر نقش سیاف. ما کم مشکوک شدیم که
باید این نقش ها را هم جدی گرفت. ولی به هر ترتیب اینا پیچیدگی های تاریخ معاصر افغانستانه. اما میخوایم بگم نانوشته نبود. حکمتیار در خاطرات خود از یاد کرده، خود آقای مسعود یاد کرده، آقای مزاری یاد کرده، این یاد کرده، اون یاد کرده. تازه 30 سال بعد شما بیاید بگید نه یک چیزی نانوشته بود، این نبود. نانوشته بود یعنی نبود، من فکر نکنم که رقم باشد، ولی من جزئیات نمیدانم. اما حداقل یه است که جز حکمتیار که به محتوای از اشاره کرده به صورت مکتوب، که شما میتونید در خاطراتشان ببینید که گفته اینجا تقسیم قدرت شد که هیچ پشتون ها در اون نقش نداشت. فکر میکنم که یا معلوماتش غلط بوده یا عمدن خواسته که برای تحریک پشتون های حرف بزنه نوشته کرده. اونجا شما میتونید در دو کتاب ببینید. بقیه کسا کدام اشکالی سر محتوای ازی نکرده. وقتی که نکرده عدول از این محتوا میتونه یک خطای بسیار استراتژیک باشه و یک کلید باشه که جنگ های بعدی را توضیح بده. در واقع میشه گفت اولین پیمان سیاسی هست که شکستانده میشه و افغانستان به طرف جنگ مرایی. خیلی از این مهم است. بسیاری ها از نظر شخصیتی مزاری را متهم مانند که یک آدمی خیلی لجوج، یک آدمی بود کلشق و آدمی بود که استراتژی جنگ را نمیدانست و به همین خاطر پشت سر هم وارد اشتباهات استراتژیک میشد، وارد جنگ های میشد که به نفع جامعه هزاره نبود. از این نظر، از این منظر اگه ببینیم شخصیت شهید مزاری را شما چه جوری میبینید؟ ما شخصا با آقای مزاری همطور که گفتم ندیدیم، ولی یک نکته در این سوال شما وجود داره. حالا کسای دیگه میگه شما فرزند سوال منید یا خب آدم میشنوه، چون یک موج از پروپاگاندا علیه آقای مزاری که رفته همی گویا خودسری و اینا، ولی من نمیخوایم به او شخصیتش بپردازم که ایشان خیلی یا خودسر بود یا نبود. ولی در مورد جنگ فرضی از سوال یه است که یگانه عامل جنگ در افغانستان آقای مزاریه. اگر آقای مزاری نبود دیگه جنگ صورت نمیگرفت. ولی با توجه به ائتلاف هایی که صورت گرفت، با توجه به پیمان جبل السراج، با توجه به هیئت هایی که به چهار طرف فرستاده شدن، با توجه به سخنرانی ها و اسنادی که بعدا منتشر شد و دیده شد، تمام قرائن را که روی هم بگذاریم، حزب وحدت همطور که خودشان و رسمیاتشان بیان میکند در جنگ غافلگیر شد. این حزب وحدت در کابل انتظار جنگ را نداشت. در نتیجه یکانه گروهی که انصافاً در جنگ غافلگیر شد ولی به نحوی تقریبا تحسین برانگیز از وحده جنگ برآمد، حزب وحدت بود. اما ای که خودسری کرد و اینا کرد، به نظر من خوبه که مورد به مورد بیان شوه. اگر منظورم می باشد که شورای عالی امانگی تشکیل شد، اتفاقا شورای عالی امانگی یکانه طرح صلح آبرومندانه در افغانستانه، یکانه طرح صلح داخلی است. بعدها به یک نحوی در اجلاس بون اینا هم همی طرح پیش رفت. اول بار که کرزای آمد 4 تا معاون داشت در زمین اقوام افغانستان. آقای عبدالقدیر از پشتون ها معاون بود، آقای محقیق از هزاره ها معاون بود، یک معاون زن گرفتن. اینا به یک نحوی همی 4 جانبه بودن در اینجا مطرح بود و جدی گرفته شد و جدی گرفته شد. به نظر من او یک طرح صلح و یک ابتکار داخلی قوی بود اگر منظور ای باشد. در غیر صورت ای که او جنگ وارد جنگ شد وارد جنگ شد، به نظر من باید مورد به مورد بیان شود کدام جنگ، چه رقم جنگ، اینا خیلی نکته هست. یعنی فکر می‌کنم که در این سوال هم پروپاگاندای ضدیت با مزاری بیشتر مطرح تا کشف حقیقت. یک از جنگایی که به ضد هزارها خیلی ها ادعا دارن که تحمیل شد، جنگ افشار بود. در جنگ افشار در کنار از این که یک جنگی بود که بین دو حزب بود، در غیر نظامی هایی که در منطقه افشار کابل ساکن بودند آسیبای خیلی زیادی وارد شد. ولی در این حال باز هم عامل جنگ افشار را و مسبب شکست هزاره ها را در جنگ افشار را باز هم مزاری و خودسری های مزاری می دانند. در مورد افشار شما از چی منظر می بینید؟ در مورد جنگ افشار و موضعی که گرفته شد و تا نتیجه جنگ افشار شد، شما این موضوع را چرا خم تحلیل می کنید؟ خب مثل بقیه جنگ ها، یعنی هر کس که ضعیف شکست میخوره دیگه. خب هر کس عامل شکست خود، خب ممکن از لحاظی که ضعف داشته، از لحاظی که کسای رفته سنگر فروخته اینا، منتها خب در جنگ از این رقم کارا هست. اما اینکه آقای مزاری عامل جنگ بود یا جنگ را پیشگام جنگ بود که چنین چیزی، شواهد وجود نداره، هیچ اسناد وجود نداره. ما در مورد جنگ های اول تا افشار را شما را به کتاب آقای زایدی ارجاع میدم. شیخ علی جان زایدی خدا بیامرز
او زمان از نزدیک بود و از بامیان هم جزء اولین نیروهای بود که پیش از آقای مزاری به تایید شورای مرکزی به طرف کابل آمد و که برای رتق و فرق امور و اینا آقای مزاری خودش رفت در مزار، سخنرانی معروف را در مزار کرد و بعد از مزار به طیاره وارد کابل شد چندین روز بعد. اینا چیزایی هست که من از نزدیک در جریان بودیم و اخبار و تعقیب مشاهدات شخصی خود میکنیم. یک پدیده مثل بقیه، یعنی مثل بقیه جنگ ها هست، اما اینکه آقای مزاری اونجا چیز را از دست داد یا سنگر از دست داد، خب قهرن میتونست کماندان های محکمتر را وارد کند و محافظت کند وقتی که جنگ است. سر قهرن یک کاستی وجود داشته در این معنا، اما در کل بود اصلی در افشار به نظر من جای دیگه هست. بود اصلی خوب شکست مزبوعدت در چند جای دیگه هم شکست خوردن، چند جای دیگه هم پیروز شدن. خب این در جنگ از این اتفاقات میفته. بود اصلی در اما آسیب به غیر نظامی هایه. خب آسیب به غیر نظامی ها را متاسفانه که جانب دیگه انجام داد، نه؟ آره. ما نباید بگیم که ما که با جنگ مخالف هستیم، خب با اون طرف با کشتار غیر نظامی که باید 100% مخالف باشیم. اگر ما با جنگ نظامی بودم به یک موضوع سیاسی مخالفت میکنیم با اونا، او خاطر به نظر من یک نوع پروپاگاندی پوچ و بی‌معنایه. در افشار حالی که تمام اخبار برآمده، اولین گزارش را پروژه عدالت افغانستان در مورد افشار منتشر کرد، در 100 صفحه ترجمه هم کرده بود دوستای ما. در چه سالی منتشر شد؟ اولین گزارش بود ای در تقریبا 2 سال بعد از ماجرا منتشر شد، خیلی زود در زمان ها تهیه شده بود، ولی ترجمه فارسیش را ما در اوایل دولت جمهوریت در افغانستان یک بخشایش را نشر هم کردیم. در پروژه عدالت افغانستان خیلی واضح هست که بغیر نظامیان تا میزان 800 نفر آسیب دید. حالا ما نمیخوایم خیلی را بالا و پایین کنیم، منابع حزب وحدت هم تا حدود 800 نفر را تایید منه. خب اینمی یک فاجعه دیگه، این میره باید آدم جدی بگیره. به خاطر من، به خاطر که اسیر گذشته ها نشیم، امسال چی کردم که باید اگر ما عبور کنیم از اینجا یک اعترافی به خطا باید صورت بگیره. کسایی که از پیششون اشتباه صورت گرفته دیگه شهامت کنه، از قربانی ها معذرت خواهی کنه که دیگه ما دی زخم هایی که در گذشته ایجاد شده اسیر نباشیم. ولی زخم واقعیت داره و به نظر من اگر قرار باشد هر کاری اتفاق افتاد آقای مزاری رو مسئول جور کنیم، بطور که در سوالای شما اغلب هسته، به نظر من مسئله حل نمیشه. نه بگیم یک نفر حامل جنگ بود، حتی در افشار نمی یک نفر، اگر معنیش یک اگر آقای مزاری نبود افشار اونجی نمیشد، بعد از افشار آقای مسعود نمیمد یا نفرایش نمیمد، مثلا غیر نظامی را کشتار نمیکرد. در خاطرات آقای عزیز رویش هم آمده که از این کشتار غیر نظامی آقای مسعود هم ترسید و خطا شد و در نتیجه هم اگه اجازه پیشروی را نداد، نمیدن. من در کابل نبودم، ولی به اساس اسناد و گپای دیگر ها میدنم اگر چنین چیزی بوده شاید برای اونا هم غیر قابل پیشبینی بوده. ولی نفرتی که علیه هزارها در کل ساخته شده بود نفرت وحشتناک بود. آقای مسعود هم با کمال تأسف برغم هوشیاری هایی که داشت اسیر نفرت شد، در کابل به تبلیغات علیه هزارها دست زد و یا حداقل خودش اسیر تبلیغات بود که علیه هزارها بود. اینا هم بخش از واقعیت های تاریخ است، باید به اینا هم توجه کنیم. اگر نسل بعدی ما بخواهد که از این چیزا عبور کنه باید به اینا توجه کنه. اگر ما بگیم هیچ گردی بر دامن مسعود نمیشه، نه، اشتباه است. در بخش مزاری باید این چیز ببینیم که با توجه به وضعیت جنگی چرا افراد خائن نفوذ میکنه و اینا خب میشه یک تقصیرهایی در اینجا و اونجا و در بخش نظامی باید باشه، ولی بیشتر از اون نه دیگه. آقای مزاری یک دایه سیاسی روشن مطرح کرده وقتی که دایه جواب نیست و خشونت است و جنگ است، جنگ افشار اولین جنگ نیست، اگه جنگ دیگه را شروع کرده، خب آدم در خانه خو جنگ منه، افشار خانه ماست، ما که در خیرخانه و در جای دیگه که در جنگ نرفتیم، در کارت نو که نرفتیم، خب ما در خانه خو هستیم، ما در خانه خو قتل عام میشیم مردم. به نظر من این رقم روی کرد به مسائل نشان میده که ما دوچار یک نوع انحطاط شدیم، دوچار تاریک بینی شدیم، قضایه را دیده نمیدیم. همین سوال شما نشان خیلی یک نوع نگاه تاریک به قضیه هست و نگاه بسیار بهانه‌جو، نه پر از کینه و نفرت است متاسفانه.
یک از نکاتی که شما اشاره کردین در مورد برجسته بودن نقش اتحاد سیاف و خود شخص سیاف در جنگ های حزب وحدت، خودتان هم اشاره کردین که رابطه نسبتا نزدیکی بین مسعود و آقای سیاف وجود داد، و از طرف دیگه یک روایت را مطرح کردین که نشان از این بود که سیاف نسبتا روی آقای مسعود روی افکارش تقریبا ایده هایش خیلی مؤثر بود، یک آدم تاثیرگذار بود. فکر مونین به صورت مشخص حزب اتحاد سیاف و شخص سیاف چقدر نقش بارز داشت در به وجود آمدن فاجعه به بزرگی فاجعه افشار؟ نقش افراد سیاف در فاجعه خیلی واضح و آشکار در گزارش پروژه عدالت هم آمده، و نیروها فقط نیروهای مسعود نیه، نیروهای دو طرفه، ولی فرماندهی از آن مسعود بوده و مسئولیت اول متوجه از اوه. یک نکته در مورد آقای سیاف شخصا که او چی نقش داشته در چیزی که با آقای مسعود بوده و واقعیتش ما خیلی معلومات نداریم، فقط ما شما را ارجاع میدیم به سخنرانی آقای صبغت الله مجددی. صبغت الله مجددی به مدت 7 ماه یا 8 ماه رئیس دولت عبوری بود و بعد قدرت را با آقای ربانی واگذار کرد، و در همون روز این زمانی است که جنگ ها هم در کابل اوج میگیره، 3-4 تا جنگ شده تا همون زمان را علیه حزب وحدت، و سیاف پیشگام جنگ علیه حزب وحدت است، سیاف پیشگام تبلیغات علیه حزب وحدت. در او سخنرانی که به مناسبت انتقال قدرت در واقع صورت میگیره، آقای مجددی خدا بیامرزه میگه که اولا آقای مسعود سیاف را به جنگ علیه حزب وحدت تحریک کرد، بعد که سیاف در جنگ کامیاب نشد خودش مستقیما وارد جنگ شد. این سخنرانی در زمینه کتابی نبرد هزارها در کابل نوشته آقای زاهدی منتشر شده. این سخنرانی همونجا موجود است و بخش از تاریخ جنگ را به عنوان نفر اول حاضر در صحنه میتونه توضیح بده. نکته های دیگه هم داره، من همین نکته رو میگم. ولی من یه چیزی که اشاره کردم، کسای دیگه ای که با مسعود ائتلاف داشتم، من خودم هم زیاد میپرسیدم که نقشش چیه. اینا سر سیاف خیلی زیاد سرمایه گذاری کردن، و وقتی که واقعیت های قومی مهمه، سیاف شاید به جبهه آقای مسعود مشروعیت مذهبی میداد ولی مشروعیت قومی نمیداد. اقوام هم خیلی مهمه. ما یک از خطاهایی که به نظر من در کار احمد شاه مسعود وجود داشت همین بود که او دنبال پایگاه اجتماعی نگشت، بلکه دنبال همفکر گشت. احتمالاً با سیاف قرابت فکری بیشتری داشت یا هر چیزی بود، نمیدانم جزئیاتش را، باید کسای دیگه توضیح بدهد. ولی روی هم رفته همونجا همین نکته را که از آقای مجددی گفتم، سند چرم گفتم برای شما که اگر خواستید ببینید، و هم خاطرات آقای ملک، هم خیلی ملک پهلوان که از ازبکای مخالف دوستون بود و با مسعود و بعدها هم حتی با دکتر عبدالله بود، و من چند بار رو در دفتر آقای عبدالله هم از نزدیک دیده بودم، تا باشی صحبت نکردم، ولی خاطرات چرا که دیدم، یه هم خیلی تاکید منه که آقای مسعود بدون گپ سیافش کار نمیکرد. اینی تر یک پیچیدگی ها وجود داشته، ولی نیاز به بحث داره، نیاز به بحث داره. چیزی که مسلمه اینه که تا جایی که به حزب وحدت برمیگردد، حزب وحدت آجندای جنگ نداشت و انتظار جنگ هم نداشت شخص آقای مزاری، ولی وقتی که در برابر یک پدیده بسیار شگفت‌انگیز و غیر منتظره قرار گرفت، به نظر من دفاع قابل تحسین انجام داد. و این نشان داد که دیگرا واقعیت افغانستان را درک نکرده و افغانستان تغییر کرده، دیگر افغانستان به گذشته ها بر نمیگرده، الان هم بر نمیگرده، حتی طالبان هم نمیتونه افغانستان را به گذشته ها بر بگردانه. یکی از اتفاقاتی که مخصوصا در میان دهه پر التهاب جنگ در افغانستان اتفاق افتاد، به وجود آمدن شروع هماهنگی بود که بیشتر هماهنگی بین دوستم شهید مزاری و آقای حکمتیار بود، ولی خیلی از تاجیک‌ها این را به معنای کودتا به ضد دولت اسلامی یا به ضد دولت برهان الدین ربانی تعبیر مونند. اصلا شروع هماهنگی در چه سالی به وجود آمد و دلیلی که این شروع هماهنگی ایجاد شد چی بود؟ خب شروع هماهنگی حاصل یک بنبست سیاسی بود. دو مسئله قبلا به اختلاف بدل شد. علاوه بر جنگ ها که انجام شد، دو مسئله خیلی سیاسی و مهم بود که سبب اختلاف شد. یکی قانون اساسی بود. آقای ربانی یک کمیسیون را به سرپرستی آقای احمدشاه احمدزی، و این احمدشاه احمدزی به نظرم فعلا مرده و این معاون سیاف بود و وزیر داخلی
چی بود و قبلا در دولتی در تبعید مجاهدین صدر اعظم بود. من از نزدیک همیشان را دیده بودم، در اولین انتخابات ریاست جمهوری خود نامزدم بود. یک کمیسیون را برای تدوین قانون اساسی جور کرد و خوشبختانه قانون موجوده. همین مساوده‌ای که دولت استاد ربانی ساخت موجوده و شما میتونید با تحلیل امزی ذهنیت این دولت را برای مدیریت افغانستان ببینید. این قانون مورد اختلاف قرار گرفت، مورد جنگ ها قرار گرفت و یکم شورای حل و عقد بود. شورای حل و عقد هم فقط سیاف و آقای ربانی با پخش پیسه و شورای حل و عقد هم از طرف دستوم، از طرف حزب وحدت و از طرف حکمتیار و بخشای عظیمی از پشتون ها تحریم شد. این دو نتیجه نشان میده که دروی داد که یک نوع بنبست سیاسی وجود داره. یک نوع بنبست سیاسی وجود داره و بنبست سیاسی را نمیشکست. بیشترین مذاکره بین حزب وحدت و مسعود انجام شد، ولی اینا حاضر نبود که بنبست شکستانده شود و دیگر هم شریک قدرت باشه. مثلا ما گفتن این وزارت میدیم، این وزارت میدیم، در حالی که آقای مزاری میگفت خب وزارت هم از خودید، من تا یک حکومت بسازیم، پول با می قانون اساسی خب کل وزارت با ما بده کی. اون قانون اساسی خوب اگه چاپ، اتفاقا این قانون اساسی چاپ شده، ایرا یک بار آقای دانش در قم چاپ کرده، در ضمن تمام قانون های اساسی افغانستان در داخل هم چاپ شده و یک سند مهم است که ذهنیت آدم ها را نشان میده که آدم ها چرا قم جنگ کرده، چرا ما این همه تبلیغات ببافیم. خب این قانون اساسی ذهنیت ربانی و مسعود را در مورد حکومت افغانستان نشان میده. خب ببینیم که در امی رواداری هست، احترام به واقعیت های افغانستان است، به تکثر فرهنگی افغانستان است، به هیچی نیست، نیست متاسفانه، نیست. یک ذهنیت بسیار بسته و بسیار انحصار طلبانه را نشان میده و این لکه ننگ است و ای کاش که مسعود که این همه زحمت کشید و متاسفانه خودش هم قربانی شد، یک چنین میراثی از خود به یادگار نمیگذاشت. ما به عنوان یک نسل بعد از مسعود متاسفم که آقای مسعود با یک همچو ذهنیتی با قضایا برخورد کرد، خودش قربانی شد و یک چنین میراثی از خود به جا گذاشت. درسته که تصویب نشد، چی نشد، ولی باستاب ذهنیتی او هست. یک نکته بود. نکته بعدی هم شورای حل وقت بود. وقتی که ما بنبست داریم باید اگرا را باز کنیم. یک ابتکار داخلی همی بود که اینمی چهار قوم عمده افغانستان اگر تصمیم بگیره مشکل افغانستان حل میکنه. چه سالی جا شد شورای حل وقت؟ در اون سال 72 بعد از قضیه افشار؟ بعد از قضیه افشار، بله. یعنی میتونیم بگیم که بعد از قضیه افشار کلن وضعیت یا رابطه بین هزارها و تاجیک‌ها به یک مرحله رسیده بود که امکانی بهبود رابطه وجود نداشت و به همین خاطر باز هم رابطه وجود داشت. از اما به بعدم مبادله هیئت‌ها بسیار طولانی شده، مبادله هیئت‌ها زیاد شده بین اینها. آقای دکتر عبدالرحمن در او گروه بود، کسی به نام سینا جمال شاید زنده باشه صدای ما رو بشنوه، عضو تیمی بود که در او هیئت بودن، گروه های تماس و تا آخرین نفس ها را، تا آخرین لحظه ها را تماس بود و حزب وحدت حزبی بود که برغم افشار حتی تماس، مذاکره و مصالحه با جانب شورای نظار را رد نکرد و یک از نقطه های دردناک در تاریخ اینجا هست. نمیدانیم که اونا چه محاسبه ای داشت. من فقط یک نکته را مگمان شما گفتید، آقای چنگیز پهلوان یک از حامیان مسعود بود و در اونجا زیاد میمد، یک کتاب هم زمان منتشر کرد. من تازه دست به قلم بودم، یک نقدی هم به کتاب نوشته کردم، در مجله سراج هم چاپ شده اگر شما خواستید رو ببینید. این مالی 20 چند سال پیش است، در دورانی من 28 سال پیش. ایشان اونجا مگه که تعبیر ایشانیه، او کتاب ما از خاطر مگم که خود ما کتاب خواندم برایش نقد نوشته کردیم در ذهن ما، مگه فرمانده مسعود پیش از طالبان میخواست کار حزب وحدت یکسره کنه تا اینکه دست باز برای دفاع جنگ در برابر طالبان داشته باشه. ما نمیدانیم، ایشان خیلی با مسعود نزدیک بود، یک پار از اونجا شنده بود، در کتابش میگه هسته. نمیدانم و تاکید مونه که مسعود موضع آشتی ناپذیر داشت، یک وقت ایشان تاکید مونه، امیر تایید مونه قبول داره که نمیخواست با حزب وحدت بسازه و اتفاقا میخواست که حزب وحدت را خود تسلیم کنه. یک واقعیت است و همونجا از آقای اکبری هم که یاد شده به میخاطر است، یک یاد از اونجا میزشان هم شده. حالا شما خودتان تاریخ ببینید، بخوانید، تاریخ معاصر زحمت ها داره، کارها داره. حالا شما گفتید که چرا من میخواستم امیر بگویم که
آیا چنگیز پهلوان کدام چیزی شنیده بود؟ این از خاطر میگم که ایشان در امو کتاب یک جایش نوشته کرده که ما در یک هتل زندگی میکردم در کابل. استاد ربانی شخصا یک کسی را دنبال ما فرستاد، مرا در کاخ ریاست جمهوری برد، گفت که بودن در هتل برای تو خوب نیست. این یک شخصی قدر نزدیک شاید حرفایش میتونه معنا داشته باشد، این حرفای زده، ولی در کل اینجا برای من خیلی مبهمات است. چیزی که میدانیم است که آقای مزاری در اینجی در یک غافلگیری واقع شد و در یک وضعیت دشوار واقع شد و مسعود متاسفانه دچار یک سوی محاسبه شد و ای کاش نمیشد. جنگ 23 سنبله یکی از جنگ های درناکیه که در غرب کابل اتفاق افتاد و یک جنگ بود که بین جامعه هزاره و یک جنگ درونی در بین جامعه هزاره و شیعه بود. در مورد آمار تلفاتی که در توی زی جنگ اشاره میشه، خب گروه های مختلف به خاطر امو اجنده های ذهنی و فکری و روایت سازی که دارند آمار متفاوت و متناقض را ارائه میدن. به چه دلیلی جنگ 23 سنبله ایجاد شد و آماری که فعلا میتونیم رویش استناد بکنیم، آمار کشته ها تا چه میزان رسید؟ در مورد 23 سنبله روایت ها بیرون داده نشده. جوانبی که درگیر بوده سه جانب است، اینا هیچ کدام جرأت نکرده که روایت خور بیرون بده. اتفاقا پیشگام همه حزب وحدت بود. حزب وحدت در نشریه رسمی خود یک ستونی داشت به نام قیام یک ملت به پیشواز آگاهی که حوادث ماجراهای چی را نوشته کردن در پاکستان که خیلی محدود بود. و از این که درگذاریم تا کنون جناح دیگر حزب وحدت که از حزب جدا شد رفتن به دولت پیوست و دولت که در واقع در افکار عمومی بانی این حق قضیه بود، اینها حرف خود تا کنون نگفته. در نتیجه حرف و حدیثایی که وجود داره بخش از پروپاگانده هایی هست که ساخته میشه و افرادی که پروپاگانده را میسازه اونها هم به حدی در شناعت این گفتار و خودشان واقف است که از گفتن نام خودم شرم میشه، از گفتن نام خودم شرم میشه. ولی ما میخوایم در مورد که شما گفتید یک جنگ داخلی بود یادآوری کنیم که یک جناح بندی در درون حزب وحدت بود، چون حزب وحدت خودتان میدانید به شکل از احزاب مختلف بود و این جناح بندی ها در کابل در مورد جنگ خود نشان داد، در مورد جنگ خود نشان داد، بر سر انتخابات حزب وحدت پافشاری صورت گرفت. ولی روی هم رفته اگر قرائن شواهد را در نظر بگیریم، باز هم جناح آقای مزاری به عنوان جناح مسلط خیلی در جنگ تقصیر نداشت. دلیلش این است که به خواست مخالفین انتخابات برگزار شد. در او زمان تا جایی که یادم میاد دو نظر وجود داشت، یک شورای تصمیم گیری در کابل بود و یک هم شورای مرکزی در بامیان بود. شورای مرکزی حزب وحدت و مرکزیت حزب به طور رسمی در بامیان بود. آقای مزاری به عنوان رئیس شورای مرکزی و رهبر حزب وحدت در کابل با شورای تصمیم گیری کار میکرد. حزب وحدت دچار یک نوع دوگانگی بود. شورای تصمیم گیری نظرش این بود که انتخابات حزب به تعویق بیفته تا که ما از لحاظ سیاسی به یک ثبات برسیم، با دولت به یک نتیجه برسیم و کس پیش بینی وضعیت خراب نبود. اما در او شرایط جناح آقای اکبری خیلی زیاد بر چی تاکید داشت؟ بر برگزاری انتخابات که یک مقدار جنجال ها شد، تظاهرات شد و خب موارد از او جدا نمیشیم، اما در ماه سرطان انتخابات حزب وحدت برگزار شد. در ماه سرطان انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات پیروزی قاطع آقای مزاری بود. بعد آقای مزاری که رقیبای داخلی خود را در یک انتخاباتی که حتی رسانه بی بی سی هم از اونجا گزارش داد، یک کسی بود که او کشته شد به نام میرویس جلیل، گزارش را من یادم میاد، گزارش داد و بعد با حضور با کمیسیون مشترک با شفافترین انتخابات کامیاب شد، دیگه دلیل چی دلیل داشت که بعد دوباره اونا را با خشونت نابود کنه یا از بین ببره؟ منطقی ای بود که جناحی که در انتخابات باخته بود اجندای دیگه ای را طرح کردن که در اون مورد هم داستان ها زیاد است، ضرور نیست که ما وارد شویم. ما فقط میخوایم یادآوری بکنیم که در این جمع باید قضیه را پیوند بدیم با می انتخابات که قبلا صورت گرفت و اهمیت که انتخابات داشت. انتخابات حزب وحدت بسیار پر اهمیت بود و سر از انتخابات دولت استاد ربانی و شخص خدا بیامرز احمد شاه مسعود سرمایه گذاری کرده بود. سرمایه گذاری به این معنی کرده بود که شورای مرکزی حزب وحدت را امید دولتی که با حزب وحدت در حال جنگ بود با هواپیماز بامیان آورد. یعنی چی؟
یعنی این که اونا منتظر بود که بینان یک نهاد تصمیم گیر اینها آقای مزاری را در انتخابات برکنار کنه. پس در انتخابات به صورت مشخص جناح آقای مسعود از آقای اکبری حمایت میکردن؟ البته ای تا اینجا که علنی بود، یعنی یک گوشه چشمی به یک قضایی 100% داشت، همی که هواپیما رفتن اینا را از بامیان آوردن و بعد که آمدن مهمانی ها شدن، شخص آقای اکبری را آقای ربانی مهمانی کردن، بسیار استقبال ها شدن. در مورد بقیه ارتباطاتش خب ما حالا چیز خیلی خاص نمیگوییم، اینجا نمیخوایم که چیز شود، ولی در کل میخوایم بگوییم که این انتخابات مهم سرنوشت ساز شد برای حزب وحدت، مهم بود و آقای مزاری انتخابات پذیرفت و انتخابات با شفافیت برگزار شد و در انتخابات هم پیروز شد. یک آدمی که انتخابات مونه و پیروز میشه یک ماه بعدش، یک ماه و چند روزی میشه، 23 سنبله سرطان تا سنبله یک ماه اصد فاصله، چقدر وقت است که شما فکر کنید اینا چرا باید رقیبی را که شکست داده، وقتی که شما میتونید افکار عمومی را با خود داشته باشید، مردم را با خود داشته باشید، منطق سیاسی قوی داشته باشید، بعد برید نفرها را بزنید اینا. دومی دیگه در 23 سنبله متاسفانه جنگ شد، خیلی آدم هم کشته شد با کمال تاسف، ولی درصد زیادی از جنگ ها را آقای مسعود را انداخت. اگر مسعود در پشت قضیه ماجرا نبود، در پشت کودتای 23 سنبله نبود، چرا بلا فاصله در همون روز جنگ آغاز کرد و علیه حزب وحدت جنگ کرد؟ یک بخش زیاد از جنگ ها با مسعود انجام شد و بخش زیاد از مردم ملکی که تلف شد به خاطر تلف شد. دیگه این نیروهایی که بعدها رفتن بخیه خوردن در دربار مسعود، این نیروها تقریبا در همون ساعات اولیه، در روز اولیه نه، در ساعات اولیه همه خونسا شدن و شما میتونید از هر یک از اونها زنده بپرسید که شما چطور، کی شما را، چند نفر است، شما میتونید بپرسید که کی شما را آزاد کرد و شما چطور رفتید و شما چی کار کردید. اگر قرار بود به جای مردم ملکی، چرا همین آدم ها، ولی این برنامه ای رقم نبود. من نمیخوایم الان چون من نبودم خیلی تحلیل تاریخی کنم، نمیخوایم، ولی در کل میخوایم یک پیوند بدم بین همی 23 سنبله که یک ماه بعد است با انتخابات که قبلا صورت گرفته. به نظر من، یعنی اگر تحلیلی واقعی تر بکنیم، یعنی کسای دیگه ای بود که این را انداخت و تا حد را گپ حزب وحدت خاصا آقای مزاری قابل قبول است که اینها پیشا پیش این طرح را خونسا کرد، چون اونایی که از لحاظ سیاسی شکست خورده بود میخواستن با کودتا به قدرت برسند دوباره، و بعد قرینش هم حمله شدید مسعود بود که در همون روز اتفاق افتاد. اینا به نظر من تحلیل، ولی من نمیخوام اینجا از لحاظ تاریخی میگم پیچیدگی های بسیار داره. من خودم در مدتی که در افغانستان بودیم زیاد شنیدم، از افراد مختلف من قصه شنیدم، از آقای شفقی سریپول ما داستان های شنیدم، ولی خودشان زنده، خدا حفظشان کنه، میتونه خاطرات خود بنویسه. ایشان از افراد نزدیک در اکبری هستند اگه اشتباه نکنه؟ ایشان از شخصیت های فعال دوران جمهوریت بود و یک مدت هم ولی در کنجی بود، به عنوان ولی در سریپول در فاریاب، ولی فاریاب هم کار کرده و یک مدت ولی در کنجی بود و ما به ایشان احترام داریم و یک از کسایی که حوادث را خیلی میدانه ایشان است. امیدوارم که خاطرات خود را از این چیزا منتشر کنه و در اختیار نسل جوان قرار بده. یک اشاره کردین در بین صحبتهایتان در که ایرانی ها تمایل داشتند که هزاره ها به نحوی به دولت آقای ربانی نزدیک شود، ولی در این حال یک فایل صوتی که جدیدا بیرون داده شد و در او فایل صوتی آقای مسعود به صورت مشخص ایرانی ها را ضعیف و منافق اگر اشتباه نکنم می نامه، به نظر شما چی رویدادهای سبب شد که رابطه بین حزب وحدت و رابطه شخص شهید مزاری با ایرانی ها در اواخر جنگ های غرب کابل رو به خرابی بره؟ از امو فایل آقای مسعود و از ده ها فایل که تاکنون از مراجع ایرانی منتشر شده و اسناد که تاکنون منتشر شده، ایرانی ها می خواستن که با یک کارت، با کارت اهل تشیع به صورت مستقل بازی نکنه، با همی ادبیات خودشان جور کرده به نام اهل تشیع، اینا را جناهای که در اونجا قدرت میگیره و اینا بخیه بکنه و امتیاز خود از اونا بگیره. و آقای مزاری با می دید که مخالف بود. از گپ آقای مسعود هم می پیداست، از دیگه چیزا هم می پیداست، سندهای دیگه هم وجود داره.
اگر آقای حدادی که او زمان سفیر بود داستان خود بنویسه، با صداقت بنویسه، به اندازه سید مهدی فرخ که سفیری دولت قاجار در افغانستان بوده اما قدر شهامت کنه داستان خود بنویسه، و نظر به واقعیت های بیشتر برملا می شود. آقای مزاری خواستار یک نگاه داخلی بود، خواستار ازی بود که هزارها به عنوان بخش از ساختار افغانستان و از منظر خود به قضایا نگاه کنه و مصالح و منافع مستقل خاص خود خود داشته باشد، در حالی که نگاه های ایران حتی جناهای اصلاح طلبشان این رقم نبود. اونها میخواست به عنوان یک قیوم و بزرگ باشه. آقای اکبری بیشتر این نگاه را قبول داشت. آقای اکبری و جناهشان و جناهای دیگه تا حد زیاد را همین قیمومیت را به مزاقشان میمد، خوش بود، برابر بود. ولی آقای مزاری یا تجارب سخت دیگه ای داشت یا می بک‌گراند و احساس تاریخی هرچی که بود که هزاره بودن دیگر جور نباشد، یا تلقی و تجارب سیاسیشان اینا را حکم نمی کرد، در کلشان خواستار یک نوع نگاه مستقل افغانستانی و هزارگی به قضایا بود. اون موقع افغانستان یک کشوره و هزاره ها بخش از کشوره و ما مصالح و منافع ما مستقله. به من خاطر است که ما باید مرجع خاص خود خور داشته باشیم، ما باید همه چیزی ما به خود ما باشه و منافع و مصالح این جامعه را داشته باشیم، وحدت ملی ایجاد کنیم. و از لحاظ ادبیات تقریبا میشه گفت ادبیاتش بسیار پیشگام بود و قوی بود، و به نظر ما باید این میره سبب اختلافات بدونیم. البته که جزئیات بیشتری در کار هست، منش های شخصی و نکته های دیگه هم باید باشه که منتظر بشینیم اسناد بیشتری به دست ما بیاید. خاطرات خود آقای مزاری یک بخشش منتشر شده، هم نکته های را نشان میده که بسیار منش استقلال طلبانه داشته و در برابر ایرانی ها بسیار موضعی جدی داشته، موضع واضح و صریح داشته. چنین آدمی با اون نگاهی که اونا داشت به نظر من علل قاعده باید خیلی خوب نه می خاطراتشان خیلی پرنکته هست، خاطراتشان خیلی پرنکته است و این مربوط به سالهای 65 و 66 است، سه سال پیش از تشکیل حزب وحدت، و این نشان میده که یک نگاه مستقل و بیرون از چیز افغانی در ذهن ایشان بود و به مخاطر خیلی در صدد تعامل با داخل افغانستان بود، ولی ناکام شد، متاسفانه ناکام شد و شرایط درک نشد دیگه. من یک تعبیر از آقای ربانی اینجا یاد چی شد کنم، داخلین سخنرانی های خو مسئله عربی به کار برد، تقریبا بعد از امو بود که انتحار و انفجار شد، متاسفانه ایشان شهید کرد. گفت جنگ ها که در کابل صورت گرفت ما هم غافلگیر شدیم. از تعبیر عربی اصبح الحلیم حیرانا استفاده کرد، یعنی که آدم حیران مومنه که چی اتفاق افتاد. این تعبیر ایشان من اصلا نمیذار یک مسئله عربی، ولی اول بار از ایشان شدم در سخنرانی ایشان هم هست، شما میتونید ببینید. خب هر ترتیب اتفاق افتاد، اتفاق بعدی افتاد. اما اگر ما و شما از اینجا پس ببینیم، صرف نظر از بحث مسائل، در حد معلومات خود ما میتونیم بگوییم که آقای مزاری در دفاع خوب دفاع کرد، در منطق سیاسی خوب منطق مطرح کرد و شواهد و اسناد و مدارکی تا کنون منتشر شده از دوست و دشمن، حکایت از همه پختگی موضعیشان و خیرخواهیشان و خیراندیشیشان برای مردم افغانستان دارد. خیلی ها ادعا دارن که شهید مزاری شخصیت برجسته‌ای نداشت، برعکس دورورش یک تعداد از شعله‌ای‌ها و کمونیست ها گرفته بودن و همی کمونیست ها و شعله‌ای ها یک میزان زیادی اینفلوئنس یا تأثیر داشتن روی نظرات و اندیشه‌های شهید مزاری، و حتی تعداد دیگه ادعا دارن که مزاری شخصیت برجسته‌ای نداشت بلکه این حزب وحدت بود که باعث شد مزاری کلان شوه، برجسته شوه، بزرگ شوه. تا چه میزان این روایت ها درسته؟ با معذرت، باز هم مثل بخی سوال هایتان، رگه از پروپاگاندای ضدیت با مزاری در اینجا وجود داره، یعنی شعله مهم است، او مهم است، حزب وحدت مهم است، تا آقای مزاری مهم نشوه. ببخشید که من سوال شما رو تحلیل کنم، معنای سوال شما رو وقت تحلیل کنی است که حزب وحدت مهمه، آقای کی مهمه، آقای اکس مهمه، این مهمه، اون مهمه، تا یک نفر مهم نشوه. ولی واقعیتش است که آقای مزاری در غرب کابل از خود یک جوهری جدی نشان داد، یک جوهری بسیار قوی نشان داد، توان داد و به نصری ها توان داد. بسیاری از نیروهای نصری به خاطر که نیروهای دیگه را وارد جریان کرد، نیروهای هزاره را وارد جریان کرد، توان داد.
کدام پرچمی که جدی باشد یا شعله ای که باشد، ما نامش را نشنیدیم که او خیلی مهم باشه و مثلا ما شخصیت آقای مزاری را برجسته کرده باشد، کدام چی کرده باشد. چون نامش شعله بردید، ما فقط میخوایم بگویم که وقتی آقای مزاری شهید شد، شعله جاوید که یک جریان زیرزمینی بود، یک نشریه هم داشت، یک مقاله نوشته کردن و آقای مزاری را به عنوان سکتاریزم جعفری، یعنی تعبیر سکتاریزم جعفری در مقاله به کار رفته، یاد من میاد. به چه معنی سکتاریزم جعفری؟ که یعنی یک آدم فرقه‌گرای مزدوری کجای کجا بود و بعد معدوم شد، این تعبیر معدوم هم بعد است. یعنی شعله ها در امون مقاله خود ابراز شادمانی کرد و یک مقاله به قلم یک اروزگانی نامی که شاید مستعار باشد، من نمیدانم، در نشریه حزب وحدت در پاسخ به این نوشته شد به نام شعله جاوید خاکستری بر فقر بینش. آرم حزب وحدت در موجود است، بخش از ادبیات حزب وحدت است. به نظر من شما که میخواهید ببینید اینا را بخوانید، اینا را بخوانید. بنابراین من کدام شعله ای که شما بگید جور شد؟ یا حزب وحدت، حزب وحدت خب درست است، حزب وحدت آقای مزاری حزب وحدت ایجاد کرد و بعدم حزب وحدت مرقم رفت، اما در کل ما نمیخوایم که حالا وارد بخش از تبلیغات شویم، همقدر که پروپاگاندای ضد مزاری بسیار شنیع و بشرمانه هست متاسفانه، که البته موضوع خود شما نیست، شما خود میخواهید سوال های مطرح در فضای عمومی رو بگویید، بشرمانه هست. آجندای تبلیغ هم یک کلیشه هست و مشمئز کننده و ملال انگیز شده. من نمیخوایم که وارد بخش از کار شویم، ولی در کل وقتی کمی رهبرای جهادی را میبینیم در سطح کلان، تقریبا یک نگاه استراتژیک در آقای مزاری از مدت‌های قبل وجود داره. خاطراتشان که منتشر شده در سال‌های 65-66، شما که اینا را ببینید، یک استقلال نگاه در اینجا بسیار وجود داره، خیلی مهمه. مسئله رهبریت مذهبی مستقل خیلی مهمه که برای آقای مزاری پرهزینه پیدا شد. از لحاظ فرهنگی هم ایشان یک نگاه متفاوت داشتن نسبت به هر رهبر سیاسی دیگه. ایشان برای اولین بار در تلاش ازی بود که نیروهای در داخل حتی از امکانات داخل استفاده کنه و در رسانه، در رادیو، در همه چیزا تعلیمات پیدا کنه. آقای دولت آبادی یک کتابچه مختصری در این مورد نوشته کرده، به ما ارجاع میدم شما را تفصیلش را چه میکنیم، که خود ایشان هم به مناسبت کابل آمده داستان خود نوشته کرده، بیان کرده. آقای مزاری به اهمیت کار فرهنگی خیلی واقف بود، چنین توجهی را هیچ رهبر سیاسی به کار فرهنگی نداشت. کتابخانه در مزار تأسیس کردن، در ایران کتاب و کتاب برایشان بسیار اهمیت داشت، خیلی کتاب ها ایجاد کرد، نشریات ایجاد کرد، بیرون از چارچوب تشکیلاتی، نشری حزب الله یک نشری تشکیلاتی نبود، یک از نشریات مهمه که تاریخ جهاد افغانستان، تاریخ مبارزات مردم بیزی تکمیل نیست، بسیار نشری غنی هست. در کابل هم خیلی به نشریات توجه کرد، در جاهای دیگه هم. اصلا دوران بهار مطبوعات هزارها دورانی بود که آقای مزاری پیام خاص داد برای مرکز نویسندگان افغانستان و مجله سراج، با پیام ایشان شروع شد و این پیام هم اینجا موجوده. یعنی حتی در شرایط جنگ از مجموعه های فرهنگی حمایت میکرد. اینو به نظر من نکته های مهمه. اولین بار کتاب کاتب را آقای مزاری در چیز چاپ کردن، انتشارات در تبعید ایشان، انتشارات سید جمال الدین اسدآبادی را جور کردن، اولین بار آثار مبلغ را ایشان چاپ کردن، دین تریاق نیست، مجله حبل الله اینا را چاپ کردن. من نظر میه که ایگه پای که اگر بخش از تبلیغات است که کار نداریم، اگر به عنوان یک نوع بیان واقعیت گفتم شه، آدم ها یک دست نیست، مثل انگشت شانه اینا یک دست نبود، بعضی ها یک سر و گردن و بعضی ها چند سر و گردن بلند بود. آقای مزاری هم به نقش تبلیغات خیلی واقف بود، هم به کارهای فرهنگی و بنیادهای اساسی فرهنگی خیلی توجه داشت. یک نامه از ایشان خطاب به حاجی کاظم یزدانی هست، خود ایشان زنده است، اون نامه البته شاید در فضای مجازی چاپ هم شده باشد، باستابی روحیه یک شخص دیگه ای هست که روحیه پیش هیچ کس دیگه نیست. میتونید بیشتر با جزئیات بیشتر در مورد ازی بگین؟ خب آقای یزدانی زنده است و این نامه را میتونید شما از ایشان بخواید، خدا عمرشان دراز کنه، سالم داشته باشه. ایشان یک زمان کاندید پارلمان شد و
در جمله اسناد امیر هم منتشر کرد. من زمان دیدم نامه مخاطب شما نشان است و روحیه یک شخص را نشان می‌دهد. به نظر من نامه هست و به خواندنش می‌ارزه. و منظور من اینجایی که بحث شما گفتید تفاوت نداشت و عادی بود و اینا بود، به نظر من هرگز آدم عادی نبود و اتفاقا نگاه استراتژیک داشت، پشت کار بسیار زیاد داشت و بسیار چیزها را متوجه می‌شد که بسیاری متوجه نمی‌شد. جرأت گذرها و عبورها داشت، این خیلی مهم است. ما در بین متفکران داریم مثلا مارکس پیر و مارکس جوان و نمیدونم ویتگنشتاین متقدم و متأخر و اینا. آقای مزاری هم مراحل داشت، بسیار قدرت تغییرات داشت، بسیار قدرت درک واقعیت ها را داشت. شجاعت از او بیشتر از این که در مقاومت باشد که اونم مهم بود، بیشتر در پذیرش تغییرات بود. واقعیت ها را بسیار خوب تشخیص میداد، خوب تغییر احساس میکرد و بعد تصمیم میگرفت. به نظر من یک شخص آبرومند بود و در تاریخ ما یک آبروست. آیا هزاره از مزاری عبور کرده یا عبور باید بکنه و در کنارش چرا اصلا مزاری مخصوصا برای نسل امروز مهمه که شناخته شود و درست تحلیل شود؟ می عبور را دمی چند سال است که من زیاد میشنوم. اولا که کی رای عبور بند کرده؟ همون نفری که رای عبوری عبور کننده را بند کرده، امور مرا نشان بدید کی میخواه عبور کنه و کی رایش را گرفته. و ثانیاً به کجا عبور میکنن؟ آقای مزاری که اجندای سیاسیش خیلی واضحه، افغانستان متحد با دولت متکثر، این می کل اجندای آقای مزاری. هیچ کس از کسی دیگه بهتر نیست و هزاره بودن دیگه جرم نباشه. آیا یک ده دل چی به رعیت شدن تنگ شده اونجا عبور منه؟ چی میخواه؟ ما وقتش مشمئز کننده برای معمی بحث. اما یک نسل جدید، بله نسل جدید باید خبر باشد که در افغانستان چی اتفاق افتاده، ماجرات چی قرار بوده و افغانستان جدید در واقع اینمی با اینمی حرکت ها و با اینمی زحمت ها هست که ایجاد می شود. گسست در تاریخ یک هدیه نیست که کسی به کسی بدهد، همیشه گسست ها هزینه داره. آقای مزاری برای گسستن از یک تاریخ و شروع یک تاریخ جدید هزینه کرده، با خاطر نسل جدید باید بدانه. البته کار زیاد در کار است، ولی ضروره که بدانه. به عنوان آخرین سوال جناب آقای امیری، شاخص‌ترین ویژگی شهید مزاری را شما در چی می‌بینید؟ شجاعت در پذیرش واقعیت ها. اولا قدرت تشخیص واقعیت ها در او خیلی بالا بود، بنابراین برخورد حذفی نکرد. همین موج از تبلیغاتی که علیه ایشان را میافته، از دوست دشمن کسی نمیتونه بگه که ایشان یک چیزی را نپذیرفت. دست دوستی به ازبک دراز کرد، به تاجیک دراز کرد، به پشتون دراز کرد، تا آخرین لحظات هیئتش و نماینده هایش پشت در ربانی بود، با طالب با حسن نیت مذاکره کرد، با جناح دیگه مذاکره کرد. پس بنابراین اهل رد نبود، اهل رد نبود و واقعیت ها را میپذیرفت و طرح چهار جانبه شورای عالی هماهنگی طرح بسیار اساسی و مهمه، هیچگاه کنه نخواهد شد. بنابراین و شجاعت پذیرش واقعیت ها را داشت و بصیرت تشخیص واقعیت ها را داشت. به نظر من اگر بخوایم شخصیت از رو درمی دو چیز خلاصه می شود، یکی بصیرت، واقعا نگاهش، برد نگاهش نسبت به هر رهبر دیگه، نسبت به هر آدم دیگه خیلی پیش بود. الان این همه آدم ها و روشن فکر ها و مد اهل ادعا پیدا شده، ولی از شعاع نگاه از او دور رفته نمیتنه و تا اطلاع ثانوی را نخواهد رفت. و هم شجاعت داشت، شجاعت داشت، موضع خود را اصلاح میکرد، حتی علیه خود میتونست بیسته، حرفای بسیار جالب بزنه. آدمی بود که یک انترنسیونال اسلامی بود. بعدها وقتی که در مورد صلح فلسطین پرسان کرد، گفت هرچی که مصلحتشان هست امو کارا بکنه. وقتی که درباره جنبش اسلامی تاجیکستان پرسان کرد، گفت امو آزادی دوران رحمان نبیوف. رحمان نبیوف یک اولین رئیس جمهور بعد از استقلال تاجیکستان کسی بود به نام رحمان نبیوف. او در حد یک مسلمان ها مسجد بره و قرآن بخونه. گفت امو آزادی مذهبی قرآن و نماز و اذان را حفظ میکرد، نباید تون روی میکرد. گفت برادرای تاجیک ما اینجا پیش ما آمد، این مصاحبه هم در فریاد عدالت هست، آدرس رو بگم برای شما خودتان ببینید. آقای عبدالله غفاری اینا را جمع کرده بود
نمیدونم چاپ های بعدی شد یا نشد جزئیات چرا نمیدونم ولی من چاپ اول جریدم مگه برادرای تاجیک ما اینجا پیش ما آمد ما اونا رو گفتم که مسلحانه چی نکنید دمو زمان ده کار داره کار فرهنگی کنید جامعه شما تغییر کنه ولی اونا تون روی کرد بنابراین یک شجاعت بسیار قوی داشت و بصیرت قوی برای درک واقعیت ها داشت دیگه زحمت کشید و کار کرد و یک هزینه داد که اگر راه نو ایجاد شود ولی رفتن این راه خیلی دشوار است امیدوارم نسل جدید قدر این راه را درک کند و اگر درک کرد انشاءالله کم کم بهش راه را پیدا خواهد کرد جناب آقای استاد علی امیری تشکر و از اینکه وقتتان در اختیاری از ما قرار دادین سپاسگزارتان هستیم سلامت باشید ما بسیار خوش شدیم امیدوارم که صحبت های پراکنده حداقل یک سرنخ‌های را در اختیار علاقمندان برنامه شما قرار بده و اونا شوق پیدا کنه خودشان سرنخ‌ها را بگیره و بسیار چیزا به خاطر من نامد ولی کوشش کردم چیزایی که به خاطر من میشد به پلتفرم برنامه شما سازگار بود یا نبود نمیدونم من خیلی رفرنس دادم به این طرف اون طرف صرف منظور من این بود که به جای پروپاگاند ما باید معلومات پخش کنیم و یک سرنخ‌های امیدوارم که در دسترس خواندگان شما قرار بگیره و برای شما مفید باشه مقصد شما برآورده شده باشه سلامت باشید باز هم ممنون تشکر بخیر باشید و تشکر از تمام دوستایی که با ما همراه بودن